کوچ ایرانیان، با درود فراوان، هنوز در قرنطینه و در ماه سپتامبر و با گرمای 44 درجه سانتیگراد در لس آنجلس مجبوریم بسازیم. البته این روزها فقط کرونا نیست که همه ما را قرنطینه کرده، بلکه آب و هوا و فضای سیاسی حاکم بر آمریکا نیز همچون 4 سال گذشته جو پرتلاطمی را ایجاد کرده که برای اکثر ما کوچ کنندگان میتوانم بگویم کم سابقه بوده است. به همین دلیل اجازه دهید که امروز با کمک یکی از همکاران روزنامه‌نگارم نگاهی داشته باشیم به حال و هوای کنونی کشور آمریکا، به ویژه در ارتباط با انتخابات پیش رو. به استودیو شماره 2 می رویم و می نشینیم پای صحبت دوست و همکار گرامی آقای رضا گوهرزاد که بیش از 3 دهه است که تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی جامعه آمریکاست و همانطور که اشاره داشتم او به ویژه پیگیر جدی مسائل انتخاباتی در این کشور است. با ما باشید. بینندگان گرامی، طی 41 سالی که من در آمریکا زندگی می کنم هرگز جو انتخاباتی این گونه که امروز به چشم می خورد متشنج نبود. به هر حال جوی است که تولید شده. حالا شما می‌بینید، این رو میتونید از چشم آقای ترامپ ببینید، یا جو کل آمریکا، یا قوانین آمریکا، یا ضوابطی که وجود داره نسبت به انتخابات که همیشه راجبش بحث زیادی است. فقط شما بهتر از من میدونید که طی این 4 سالی که آقای ترامپ حاکم بودن بر این کشور تقریبا 90% رسانه‌های آمریکا جنبه انتقادی دارن نسبت به کارهایشون. این از این زاویه است. ولی برای اینکه بهتر قضایا رو ببینیم رجوع میکنم همینطور که در آغاز گفتم به دوست و همکار گرامی آقای رضا گوهرزاد که تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی ایرانیان و آمریکایی در سطح آمریکا هستند. با درود به شما آقای گوهرزاد عزیز. درود بر شما جناب لیونادی گرامی و بینندگانتون در سراسر گیتی، و درود من به ویژه بر ایرانیانی که در گستره ایران تصویر ما رو میبینه. من خیلی خوشحالم که این فرصت پیش اومد و امروز ما شما رو در این برنامه داریم، مخصوصا در ارتباط با کار اصلی شما که انتخابات آمریکاست. ممکنه بفرمایید که مسائل اصلی انتخابات در آمریکا چیست؟ یه مقداری بینندگان ما آشنا بشن با وضع جو انتخاباتی و قوانین آمریکا. انتخابات آمریکا از نظر موضوعی هر 4 سال بر اساس تأثیر شرایط موجود میتونه هر بار یک موضوعی رو بیاره بالا، یا دوتا یا سه تا، و این موضوع ها میتونه رئیس جمهور آینده رو تعیین بکنه. یعنی اینکه شما در آمریکا در زمانی که مسئله اقتصادی هست هیچ چیز دیگری نشانه نمیره انتخابات رو جز اقتصاد. هنگامی که مسئله بهداشت و درمان بزرگ میشه، بهداشت و درمان در کنار مسئله اقتصاد. مسائل اجتماعی وقتی که مسائل تبعیض نژادی باشه، مسائل تبعیض نژادی بالا میاد و بیشتر جلوه میکنه. من در بخش بندی هایی که در این گذر سالهایی که به انتخابات آمریکا نگاه کردم دریافتم که 20 موضوع تعیین کننده این هست که چه کسی رئیس جمهور آمریکا خواهد شد. ولی از میان این 20 موضوع هر دو حزب تلاش میکنن 1 تا 4 موضوع رو بیشتر عمده بکنن و بالا بیارن، برای اینکه بر اساس اون 1 یا 4 موضوع هستش که مردم میتونن تصمیم بگیرن. فراموش نکنیم که انتخابات در آمریکا با سبک انتخابات در هر کشور دیگری جهان، به ویژه کسانی که با انتخابات در اروپا آشنا هستن و حزبی هست، متفاوته. نه اینکه انتخابات آمریکا حزبی نباشه، ولی شکل ائتلاف ها و رئیس جمهور و انتخاب های کسایی که هست از درون حزب انتخابات انجام میشه، مردم رأی عمومی میدن و بر
بر اساس رأی عمومی با جدول الکتروکالج هست که این رئیس جمهور انتخاب میشه. به این ترتیب حالا من اگر اجازه بدید من مسئله الکتروکالج رو باز بکنم، برای اینکه ممکنه برای بسیاری روشن نباشه که این الکتروکالج چی هسته. خب حالا قبل از اینکه توضیح بدین، من در انتخابات گذشته شاهد بودم که خانم کلینتون 3 میلیون رأی بیشتر داشت. مربوط میشه به همین جریان الکترال، درسته؟ بله کاملا درسته. ببینید در انتخابات آمریکا همه این پرسش به اگر انتخابات آمریکا رو الکتروکالج رقم میزنه پس رأی مردم چیکار است این میاد. من میگم ترکیبی از این دو، منتها یک مسئله رو باید دقت کرد. این ترکیب یک حالت نسبی داره، یعنی می تواند یک فردی بیشترین آرای مردم رو داشته باشه، بیشترین آرای مردم با اختلاف چند میلیون، حالا یا کمتر. حتی در انتخابات الگور و آقای بوش جوان اختلاف رو 504 رأی بود در انتخابات کل آمریکا، یعنی پس از بازشماری 504 رأی بود که تعیین کننده بود. ولی در همون موقع مسئله الکتروکالج اهمیت داره، همیشه اهمیت داشته. الکتروکالج یعنی این که شب انتخابات هر ایالتی یه شماره داره، این شماره بر اساس تعداد دو سناتوری که هست که هر ایالت دو تا سناتور داره به اضافه نمایندگان کنگره، هر ایالت عدد داره، یک عدد ویژه داره. برای نمونه مثلا کالیفرنیا همکنون 55 تا داره، تگزاس 35 تا داره، همینطوری نیویورک 29 تا داره، فلوریدا 29 تا داره. اینا عددهایی است که تعیین کننده است. چه جوری میشه که اینا تعیین میکنه؟ در شب انتخابات هر ایالتی به هر کسی بیشترین رأی رو داد، تمام عددهای اون ایالت رو الکتروکالج بر اساس قوانین کنونی باید به اون رئیس جمهور بده. به این ترتیب اگر کالیفرنیا اومد همه رأیش رو و هر اندازه‌ای بود با هر اختلافی به آقای بایدن داد، میخواد این اختلاف 5 تا باشه، میخواست 5000 تا باشه، میخواد 10000 تا باشه. اینجاست که آقای بایدن تمام 55 تا رو از آن خودش میکنه. این رأی عمومی فقط در ایالت هست که تأثیر میذاره. الکتروکالج ها که از هر ایالتی هستن پس از اون این رأی ها رو میبرن و منتقل میکنن. چه کار میکنن؟ اونا میرن در یک جلسه ای که دارن میگن خیلی خوب کالیفرنیا رو آقای بایدن برده، این 55 تا. نماینده تگزاس میگه که این ایالت رو آقای ترامپ برده، اینم مثلا 38 تا یا 36 تا، هر عددی که داره. به این ترتیب ایالت ها نقش اصلیشون اینجاست که اون موضوع تأثیر گذار میشه. یعنی چی؟ یعنی همکنون این ایالت ویسکانسن که موضوع تیراندازی به یک از سوی پلیس به یک سیاه پوست و اون رو فلج کردن مطرح شده، میبینیم که هم رئیس جمهور آمریکا میره اونجا سفر، هم معاون رئیس جمهور پیشین که نامزد دموکرات ها هست میره اونجا، تلاش میکنن از این رویداد برای اینکه رأی اون ایالت رو داشته باشن به دست خودشون یک رقمی رو کنار بگذارن. همین ماجرا شما اشاره فرمودین آقای لیمونادی به مسئله خانم هیلری کلینتون. بله. در سال 2016 دموکرات‌ها یک اشتباه اساسی کردن. اشتباه اساسی این بود که مانند کسانی که کردیت کارت پدرشون تو جیبشون هست، میدونن پول دارن، وارد یک رستوران میشن غذا میخورن، ولی هنگامی که میخوان حساب بکنن متوجه میشن که پدرشون کردیت کارت رو چند ساعت پیش لغو کرده بوده و حالا پول ندارن بپردازن. این درست در مورد این هستش که همیشه میشیگان رأی داده به دموکراتا. دموکراتا خیالشون راحت بود که میشیگان رو دارن و به ویژه اینکه هر دوره از ریاست جمهوری میشیگان رو از آن خودشون کرده بودن، نرفتن رو میشیگان کار کنن. وقتی روی میشیگان کار نکردن، شب انتخابات میشیگان رأیش رو با اختلاف بسیار کم به آقای ترامپ داد. به این ترتیب میشیگان همین کار کرد، پنسیلوانیا همین کار کرد و دیگه این قابل کنترل نیست. یعنی ایالت هایی هستن در آمریکا که بهشون میگن ایالت های کمرنگ تر، یعنی مثلا اگه آبی هن آبی کمرنگ هن.
یا قرمزن، قرمز کمرنگن. در جدول 270 برای پیروزی نقشه رو با رنگ‌های مختلف نشون میدن. آبی‌های کاملا پررنگ، یعنی اونجا هم که حتما دموکرات‌ها رأی میرن مثل کالیفرنیا. آبی‌های یک کمی کم رنگ‌تر مثل الان بدونیم مثلا ایالت‌های دیگه مثل مینسوتا هست یا کلرادو هست یا نیو مکزیکو هست. آبی‌های کمرنگ هست. اینا ایالت‌هایی هستن که میتونن در انتخابات نقش عوض کنن و جابجا بشن، مثل همین داستان میشیگان و پنسیلوانیا که بهشون اشاره کردن. بله. برای جمهوری‌خواه هم همینطور. در همین جدول که نگاه می‌کنی، اونایی که سرخ رأی خودشونه، اونایی که صورتیه یه ذره سرخش کمرنگ‌تره، اینا احتمالش بسیار نزدیک به جمهوری‌خواه رأی بدن. ولی اونایی که صورتی کمرنگه، یعنی اونا هم مثل همون آبی کمرنگ ها میشه تغییرش داد. ولی از اینها مهمتر ایالت هاییست که بهشون میگن ایالت های نوسانی، که اینا در نقشه با رنگ طلایی مشخص شده. اینها هر زمانی میتونن روش کار بشه به یک نقش دیگری در بیان و رأی دیگری بدن. برای نمونه دموکرات ها فکر میکنن که بخوان ایالت اوهایو رو از آن خودشون بکنن. یه سنتی هست در آمریکا، میگن که اگر ایالت اوهایو به رئیس جمهور جمهوری خواه رأی نده، رئیس جمهور جمهوری خواه از اونجا انتخاب نمیشه. یه سنته. خب حالا تلاش دموکرات ها این است که این اوهایو رو، من الان روی جدول این اوهایو رو تغییر میدم رنگش رو، و خیلی راحت میبینین که شماره ها عوض بشه. اوهایو رو من اگر بیام عددش رو تغییر بدم، ببینیم که اولین حرکت که میشه به رنگ صورتی کمرنگه، یعنی تمایل داره یه کمی بیشتر این رو میکنمش به سوی صورتی پررنگتر میبرم و یک بار دیگه فشار بدم، اینجا میشه صورت قرمز. به این ترتیب جمهوری خواهان رأی اونجا رو به دست بیارن. حالا اگر همه این ایالت ها رو، جورجیا، فلوریدا، کارولینای شمالی، آریزونا، اینایی که در این حالت گرفتن رو بیاییم و رنگشون رو تغییر بدیم، اینجاست که یک ایالتی رو 270 میره. اگر انتخابات همین امروز برگزار میشد، حتی به دست آوردن این ایالت ها نمیتونست آقای ترامپ رو پیروز این انتخابات بکنه. به این ترتیب چه اتفاقی میفته؟ اتفاق این است که جمهوری خواهان تلاش میکنن یک یا دو ایالت آبی کمرنگ رو بیان و از آن خود بکنن. مانند ایالت هایی کار میکنن که دموکرات ها مشکل دارن. بله. مسئله دارن. در اون سال روی میشیگان کار کردن و پنسیلوانیا، امسال میتونن هم نوادا رو هم پنسیلوانیا رو هم میشیگان رو همش کار بکنن. هر کدوم برنده شد، به این ترتیب رنگش متمایل شد، دموکرات ها از اون عدد میفتن. چرا که الان هم دموکرات ها هم اکنون اگه انتخابات برگزار بشه، بر اساس این نظرسنجی های امروز میتونن 278 تا بشن. ولی این 278، یعنی شما 9 تا ازش کم کنید، میگه 269 تمامش میره برای جمهوری خواهان. به این ترتیب اونا پیروز میشن. امروز آقای ادرندل که ایشون فرماندار پیشین پنسیلوانیا بود، گفت این ماجرایی که آقای بایدن 7 یا 5 امتیاز یا 10 امتیاز جلوتر هست رو خیلی بهش دقت نکنید، با اینکه ایشون خودش دموکراته، دموکرات ها رو به یک هراس انداخت، برای اینکه گفت در معدل گیری ممکنه این خیلی به حساب نیاد. فکر میکنم تا اینجا من توضیحی رو داده باشم که چگونه این عددها نقش بازی میکنن و چگونه است که شما میبینید یه نفر برنده است ولی در آخرین لحظه ها صفحه بر میگرده و ایشون انتخاب نمیشه. آقای گوارزا، تا اونجا که من یادمه سال 2016 یک چیزی حدود 15% مردم آمریکا در انتخابات شرکت نکردند. چقدر این واقعیت داره و بعدم نقش کسانی که تصمیم نگرفتن رو چگونه ارزیابی میکنید؟ ببینین انتخابات در آمریکا بیشتر کسایی که میان و در انتخابات شرکت میکنن بهشون میگن کسایی که به صورت سنتی همیشه در انتخابات شرکت کردن. به این ترتیب اون 15% و یا 20% 30% جابجا کردن اینها بستگی به انگیزه هایی است که شما باید ایجاد بکنید. برای نمونه در 2016 آقای سندرز وقتی از خانم کلینتون و حزب دموکرات دلگیر شد،
و آسیب دید. من خودم توی کانونشن بودم، اونجا شما این اختلاف بین دلیگیت ها یا نمایندگان رو احساس میکردی و با این باور به راحتی وجود داشت که اگر از این سالن برن بیرون، اینها که طرفدار سندرز هستن به خانم کلینتون رأی نخواهند داد و همین اتفاق افتاد. در آمریکا مشکلی که وجود داره این هستش که وقتی شما یه حزب سوم یا رأی سوم به میان میاد، از رأی کسانی کم میکنه که به اونا نزدیکتره. به این ترتیب با اینکه آقای سندرز نامزد حزب دموکرات بود، ولی یک نامزد مستقله، یعنی نامزد دموکرات نیست، از ورمانت به عنوان یک سناتور مستقل به کنگره آمریکا و سنای آمریکا آمده. به این ترتیب او وقتی که رأی و طرفدارای خودش رو داره، اگر نتونه حزب طرفدارای او رو راضی بکنه، نخواهند رفت رأی بدن و اون روز بیدار نمیشن برای انتخابات. یکی از مسائلی که اهمیت پیدا میکنه برای اینایی که نزدیک یک نامزد هستن ولی نامزد اصلی خودشون دیگه در اون انتخابات رئیس جمهور رو براش نامزدی نداره، مثل آقای سندرز، این است که در پلتفرم یا برنامه حزب دموکرات تا چه اندازه دیدگاه های اونها رو بتونن دخالت بدن. همکنون که آقای ترامپ مدام میگه که بایدن چپ مارکسیست، تمام چیزا رو میگه، فقط برای اینه که خواستگاه های حزب دموکرات، اون بخشش که به آقای سندرز نزدیکه، اون بخش خواستهای رادیکال داره، خواستای بیمه درمانی برای همگان وقتی مطرح میشه که فراتر از اون چیزیست که اوباما به مردم داد، این رو در انتخابات میان و اعلام میکنن که این موضوع موضوع سوسیالیستیه و کشور ما رو میخوان بدن مویدی. اینجاست که اون کسایی که رأی نوسانی دارن و تو اون ایالتهای خاص مورد نظر، من اشاره کردم که اینا ممکنه نظرشون عوض شه، باور میکنن این ماجرا رو میبینن، میگن آقا ما به سوسیالیست نمیخوایم رأی بدیم، به این ترتیب میریم به حزب مقابل رأی میدیم. این ماجرا در زمان رونالد ریگان رخ داد، یعنی رونالد ریگان این ماجرا رو ازش تونست بهره بگیره که دموکرات هایی که کاملا دموکرات نبودن برن و به ایشون رأی بدن، که به اسمش در اصطلاح میگن ریگان دموکرات، یعنی کسانی که به ریگان رأی دادن، دموکراتایی که به اون نزدیک بودن، ولی واقعیت اینه که با معیارهای حزب دموکرات چند فاصله داشتن. اینا در انتخابات بسیار موثره. انتخابات باید مردم رو و خواستگاهاشون رو جذب کنه تا همگانی تر بشه، همه برن رأی بدن. باید دید که در این دوره چه خواستگاهایی رو میتونه هر کدوم از دو تا حزب پیش روی مردم بذاره که مردم برن رأی بدن. تا چه اندازه درست خواهد شد این ماجرا کاملا متفاوت با یک واقعیت موجود در آمریکا. بله آقای گوهرزاد، من میدونم شما در کلیه کانونشن‌ها شرکت میکنید و تحلیلگر مسائل انتخاباتی هستید، به این جهت من اطلاعاتم بسیار کمتر است. فقط میخوام بدونم که جو کنونی، یعنی جو سال 2020 به نظر شما چقدر با جو 2016 متفاوته؟ ببینید، جو همکنون مسئله کرونا بسیار موثره، به این ترتیب جو به سود دموکرات هست. مسئله سیاه‌پوستان و این اعتراض های خیابونی بسیار اهمیت داره، این به سود دموکرات هست. ولی یک مسئله مهم وجود داره، مسئله این است که همیشه رئیس جمهوری که در کاخ سفید هست، به سبب اینکه 4 سال کار کرده، از اون بهره میبره، از کارکرد خودش و کارکردش رو به عنوان کارنامه کار میذاره پیش رو. حالا این دوره یک مشکل بزرگتر آقای بایدن داره و اون مشکل بزرگتر این است که گرچه بسیاری باور کردن که سال 2016 به ایشون به خاطر فرزندش و از دست دادن فرزندش و این مسائل غم‌انگیز حاضر نشد نامزد حزب دموکرات بشه، ولی من به عنوان کسی که سالها رفتم در این جاها و دیدم که چه میگذره، باورم این است که بزرگان حزبی در درون حزب دموکرات به ایشون فشار آوردن که نامزد نشه تا خانم کلینتون بتونه نامزد بشه. آخه در آمریکا این مسئله نگاه سنتی که یک زن تا چه اندازه ای تر چه زمانی میتونه کاندید بشه،
خیلی تأثیر داره. بر روی امکنون دوتا آدم مسن در انتخابات آمریکا هستن، رقیب های مسن هم داشتن، ولی دوران این نبودش که آقای بایدن در 2016 خودش رو کنار بکشه. حالا برگشته، بسیاری از کسانی که امروز 18 سالشون هست و میتونن رأی بدن اصلا ممکنه کارنامه آقای بایدن رو یادشون نباشه. خب کارنامه آقای بایدن مال 12 سال پیشه، مال 8 سال پیشه، دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری آقای اوباما. چقدر از این آدمایی که امسال میرن رأی میدن یادشون هست که او چه کرده یا چه نکرده و تا چه اندازه اون کارنامه در زندگی امروز مردم تأثیر داره؟ اینجاست که یه مقدار مشکل حزب دموکرات بیشتر میشه بر اساس این عددهایی که الان میگن آقای بایدن در همه ایالت‌ها بیشتر اون که داره دیده میشه رأیش جلو هست، به جز ایالت‌هایی که خب ایالت‌های خود جمهوری خواهان هست، اونجا هم با رأی خیلی کمی پایین‌تر هست، ولی اینها همه یک اختلاف 7 تا 10 تا رأی هست و در اختلاف 7 تا 10 تا رأی به سبب شیوه نظرسنجی که در آمریکا انجام میشه همیشه میتونه جابجا بشه. مشکل اساسی هم اکنون بر سر راه آقای بایدن و حزب دموکرات این است که نیرویی که میدان آورده در برابر نیروی تبلیغاتی جمهوری خواهان هم شکل، هم اندازه، هم قدرت میتونه نباشه. چرا؟ این ممکنه بله. چرا؟ به چه دلیل این وضع پیش آمده؟ ببینیم، به این دلیل بحث پیش اومده که آقای ترامپ از هیچ دروغی فروگذار نمیکنه. از هیچ عددی رو جابجا کردن فروگذار نمیکنه. هیچ کس انتظار نداره که حزب دموکرات هم همانند اون عمل کنه. یعنی کسی انتظار نداره وقتی که آقای ترامپ میاد و به مردم میگه که این کارو بکنین، اینا سوسیالیستن، اینا کتاب مارکس رو وارد انتخابات میکنن، اینا میخوان اصلا آمریکا رو بدون مرز بذارن، هر کی دلش خواست بیاد این تو. دموکرات ها نمیتونن بیان اینجا به مردم، تا به حال هم نگفتن به مردم. یعنی شما نگاه کنید در آمریکا ایوانجلیست ها 1/3 رأی رو در آمریکا میدن. هرگز انتخابات آمریکا دموکرات ها نمیان بگن که 1/3 رأی در آمریکا رو کلیساهای ایوانجلیست تصمیم میگیرن. خیلی راحت من حالا بهتون بگم، آقای بایدن یک کاتولیک، خب هنوز جمهوری خواه نرفتن روی این خط که اونو از این لحاظ مورد زیر ذره بین بذارن. ایوانجلیستا به کاتولیک رأی نمیدن. یک بار رأی دادن آقای کندی که بعد دیدیم چی شد، در بار دومی که قرار بود به جان کری رأی بدن رأی ندادن. تا امروز هنوز روی کاتولیک بودن ایشون خیلی تمرکز نکردن، برای اینکه نکات دیگه ای دارن، ولی به هر حال ایوانجلیستا، کلیسای ایوانجلیست که بیش از 1/3 آرا رو داره در انتخابات میاد و برای این مسائل براش اهمیت داره. برای همین شما در کانونشن حزب جمهوری خواه دو شب پی در پی دیدین که در مورد مسئله مذهب و یک شب هم در مورد سقط جنین صحبت شد. خب چطور ممکنه یک ایال کشوری که میگه که جدایی دین و دولت داریم، ولی نمایندگان تبلیغات دینی در دو شب پی در پی در انتخابات بتونن به مردم بگن که به بایدن ندهید رأی ولی به ترامپ رأی بدید؟ خود اینها هم میدونن که ترامپ چندان هم نه مذهبی است، نه نگاهش به نگاه مذهب هست، ولی برای اینکه او رو پیروز بکنن میآیان و این مسائل رو بیان میکنن. من شما فرمودین که من همه همایش ها رو رفتم، باور نمیکنید در برابر ساخت اون محل همایش شما رو بالایی از کسانی رو میبینین که یک عروسک خونی رو روی چوب کردن و نشون میدن که دموکرات ها سقط جنین رو آزاد میدونن، پس به این ترتیب به قتل مردم دست میزنن. این رأی میاره در آمریکا، ممکنه خیلی نباشه ولی این رأی میاره. مردم آمریکا اقتصاد براشون تعیین کننده است. خب اینا اکنون ممکنه که اقتصاد به خاطر کرونا خراب شده باشه و مردم بسیاری بیکار شده باشن، ولی از اون طرف آقای ترامپ بازار سهامی رو به دست گرفت در 2016
که روی 19900 بود و نزدیک 20000. اینو مقایسه کنیم با آقای اوباما وقتی که آمد و قدرت رو در دست گرفت، بازار سهام زیر 6000 بود. او 6000 رو به 19900 رسوند، ایشون 19000 رو به 28000 رسونده، خیلی هم قوی. ولی مردم دیگه به گذشته بر نمیگردن که چه کسی در گذشته چه کرده. امروز نگاه میکنن ببینن که در جیبشون چی دارن، امروز نگاه میکنن ببینن که از نظر امنیت چه وعده هایی داده شده به اونها، از نظر بیامنیتی چه مسئله وجود داره. این هاست که تعیین کننده است و بسیار انتخابات عجیبی رو پیش رو داریم. همین امروز که آقای ترامپ گفتن به مردم که اگر رفتین رای دادین در انتخابات به وسیله پست، اول که میگفتن در پست تقلب میشه، بعد که متوجه شدن که اصلا خود ایشون سالها با پست رای داده و حتی ایالت یوتا که یک ایالت جمهوری خواه هست سالهاست که به وسیله پست رای میده، همین نورد کارولینای شمالی و کارولینای جنوبی اینا هم همینطور با پست رای میده. خب امروز آمدن میگن که اگر با پست رای دادیم ولی برین دم صندوق رای دوباره رای بدیم، مطمئن بشین رایتون رو دادیم، یا ببین مطمئن بشین رأی شما رو شمردن. آخه این در آمریکا شدنی نیست. اصلا کسی که در آمریکا زندگی میکنه میدونه که این برخلاف قانونه. خب آقای ترامپ میتونه برخلاف قانون صحبت کنه، ولی آیا آقای بایدن هم قرار است برخلاف قانون صحبت کنه؟ این اتفاق شدنی نیست، این رو نمیتونن نگاه بکنن بهش. به این ترتیب دو تا حزب به سبب منشهای متفاوتشون در برابر یکدیگر رفتار آدم های عادی در جامعه رو چگونه جذب میکنن بسیار در انتخابات تاثیر داره. بله، اجازه بدید از یک زاویه دیگه به این قضایا نگاه کنیم. سال 2016 رو مقایسه کنیم با سال 2020. در سال 2016 قشر گسترده ملت آمریکا شناخت کاملی از شخصیت آقای ترامپ نداشتن، ولی در سال 2020 اینطور که ما شاهد بودیم طی این سالها جو عوض شده. توجه کردید؟ یعنی شما مثلا خانم ریچل رو میبینید در MSNBC که اعلام میکنه به طور رسمی ایشون تاکنون بیش از 2660 بار دروغ گفته. خب قانونا نمی حرفو میزنه، میدونید که اگه بخواد کوچکترین دروغو بگه به زندان میفته، یا یه چیزای شبیه این. توجه کردید؟ خب جف خیلی فرق کرده. شما تفاوت رو هم در نظر بگیرید که 2020 یه شناخت بیشتری، یک ایرانی آمریکایی مثل من شناخت بیشتری از آقای ترامپ پیدا کردم. من 2016 یه چنین شناختی نداشتم، به ایشون رأی ندادم، ولی شناخت منفی نداشتم که امروز دارم. در این مورد چی میفرمایید؟ ببینین آمریکا، من خیلی نمیخوام بریم عقب‌تر، با همین چند دوره گذشته بریم. در آمریکا در زمان آقای جورج بوش مردم با یک حرکت ساختگی که نشون دادن که عراق دارای سلاح کشتار جمعی است، رفتن به مسئله جنگ در مجلس‌های اینا رأی دادن. خب بعدها که معلوم شد این دروغ بوده، چرا در دور دوم دوباره به آقای بوش رأی دادن؟ مردم در به قول آمریکایی ها میگن کامفورت زون، چگونه در اون آرامشی هستن که چیزی رو میخوان تغییر ندن. آقای ترامپ، ببینین آقای ترامپ دروغ ها یا چیزایی که گفته برای من و شما و شماری از کسانی که به این مسائل اهمیت میدن ممکنه شناخته شده باشه، که یا برای خانم مرکل یا دیگری. آقای ترامپ برای اون 26000 موتور سواری که موتور سواری کردن بدون زدن ماسک تغییری نکرده، اتفاقا همونیست که میخوان. آقای ترامپ در کاخ سفید وقتی که برنامه اعلام کار خودش رو انجام داد که همه گفتن آقای این کار نادرسته، شما در کاخ سفید نباید ازش برای تبلیغات انتخاباتی استفاده کنید، کرد. شما فکر کنید مردمی که به ایشون رأی میدن براشون فرقی کرد؟ خیلی از دیدن اون آتش بازی ها خوشحال شدن. آقای پومپئو رفت از بالای پشت بام کاخ دیوید یا داوود در بیت المقدس یا اورشلیم، از اونجا پیام داد برای کنگره، برای همایش حزب جمهوری خواه. این کار برای کسی که مأمور دولت هست، چه یونیفرم داشته باشه چه لباس کچلواری باشه، در حین انجام وظیفه ممنوع، نباید این کار رو بکنه، ولی ایشون رفت این کار رو انجام کرد و انجام داد. آیا مردمی که این کار رو نگاه کردن ناخشنود شدن؟ گفتن نه،
اتفاقا خوب بود چون ما داریم دنیا با اسرائیل میخواست صلح بکنه، پس خوب شد که رو از اونجا پیام داد. ببینید این چیزایی که شما میگین شناخت از آقای ترامپ و اینا، برای شمار خیلی کمی از مردم معنا داره. من اتفاقا چند روز پیش یکی از دوستان تعریف میکرد در مطب یک پزشکی نشسته بود، میگفت دو تا پیرمرد رو اینا با هم از اتفاقا اونا هم آمریکایی هم نبودن، یکی چینی تبار بود و یکی هم حالا آمریکایی ولی نه آمریکایی سفید سفید، میگفتن میبینی آقای ترامپ با چه قدرتی علیه خارجی ها داره حرکت میکنه و نمیخواد بذاره کشورمون زیر کنترل خارجی ها در بیاد. و یه علامت سوال بزرگه، خود اینا از کجا آمدن؟ ولی این مهم نیست. ما همین چند شب پیش در CNN دیدم که با ایرانیان در این سو آن سوی ایالت آمریکا گفتگو میکردن، اونها هم نسبت به مهاجران نگاه اینطوری تلخی داشتن. اینجاست که من به باورم این شناخت ها خیلی تأثیر زیادی در این انتخابات نمیکنه و این انتخابات بر اساس تبلیغات بیشتر و قدرتمداری بیشتره. از بخت بعد بر روی مردم هستن که زیانش رو میکنن. به هر حال ما هنوز دو ماه فرصت داریم و قبل از دو ماه یک بار دیگه خدمت شما میرسیم و نظرتون رو من یه جمله اگه اجازه بدین بگم. خواهش میکنم. در آمریکا چون امروز همش در مورد انتخابات صحبت کردیم، در آمریکا همیشه میگن سورپرایز اکتبر. سورپرایز اکتبر رو نمیشه جبران کرد. هر کسی که یک سورپرایز اکتبر بیاره که حزب دیگر نمیتونه جبران کنه. همیشه یا این قضیه با یک صلح بزرگ در یک کشور جهان یا یک جنگ بزرگ یا یک کشف بزرگ است. آمریکا اگر نخواد، امیدوارم که نخواد و هرگز نخواد با ایران درگیر بشه، دست کم به بهانه واکسن کرونا میتونه سورپرایز اکتبر خودش رو همراه بکنه. گرچه بعدشون نمیومد که با ایران حتی وارد گفتگو و امضای قرارداد بشن به عنوان اکتبر سورپرایز. سپاسگزارم که از من دعوت کردید. خواهش میکنم. نه، من در ارتباط با همین اکتبر سورپرایز میخواستم نظر شما رو بدونم که خودتون بیان کردید. حالا آخرین سوال خودم مطرح کنم آقای گوهرزاد. فکر میکنید اگر آقای بایدن موفق بشه در انتخابات امسال و رئیس جمهور بشه، پیش بینی شما در رابطه با رابطه حزب دموکرات با جمهوری اسلامی چگونه است؟ ببینید اگر رابطه رو بر این اساس میذاریم که آیا قراردادی شبیه برجام از نو به وجود خواهد اومد، این احتمال بر اساس یک هماهنگی با کشورهای اروپایی احتمالش هست، کما اینکه آقای ترامپ هم میگه من میخوام یک برجام دیگر رو درست بکنم. ولی اینکه رابطه آمریکا با ایران به سبکی میشه که ایران به اون دل خوش کرده که هیچ کاری آمریکا با اونها نداشته باشه، این یک خواب و خیال بیشتر نیست. فراموش نکنیم بیشترین تحریم ها در دوره آقای اوباما علیه ایران وضع شده و به این ترتیب ایران در این نبرد سیاسی که داره، تنها راهی که داره این استش که از دخالت در منطقه پرهیز کنه. شرایط منطقه تغییر کرده، چه دموکرات بیاید چه جمهوری خواه دیگر در بر پاشنه پیشین برای جمهوری اسلامی نخواهد چرخید. بله. به ویژه مسئله حقوق بشر. بله، ولی مسئله بیشتر در ارتباط با رابطه با جمهوری اسلامی است و اینکه به نظر شما آیا در موقعیتی مثل دوران اوباما خواهد بود یا یک مقداری بیشتر سخت میگیرن با جمهوری اسلامی؟ بسیار سختتر خواهد بود، یعنی به شبیه دوران اوباما نخواهد بود. اوباما نه وارد درگیری میخواست با کشوری بشه، نه علاقه ای به این تمام این تغییراتی به اسم رژیم چینج و اینا داشت. نه اینکه آقای بایدن داشته باشه، آقای بایدن هم ممکنه نداشته باشه. من در سال 2004 با آقای بایدن گفتم که اگر کسی رئیس جمهور بشه و یا شما نقشی در ریاست جمهوری داشته باشی، آیا به ایران حمله خواهد شد؟ 2004 در بوستون به ایشون گفتم، ایشون گفت نه. در 2008 وقتی در ایشون رو در راه رو دیدم و سالی بود که آقای اوباما قرار بود انتخاب بشه و ایشون سرزده وارد همایش شده بود، بهش گفتم هنوز بر اون فکری هستی که این موضوع رو من ازت پرسیدم؟ گفت من تا زمانی که هستم به جنگ علاقمند نیستم. ولی نمیشه هرگز پیش بینی کرد
جمهوری اسلامی در روند این سالها تغییر کرده، حتی در روند این 4 سال پس از اوباما بسیار روش کارش تغییر پیدا کرده، نفوذش در منطقه، رادیکالیزمش در منطقه و سرکوبش در ایران بیشتر شده. به این ترتیب مسئله فقط رئیس جمهور نیست، مسئله کنگره آمریکاست، مسئله سنای آمریکاست و مسئله مردم آمریکا هستند. مردم پذیرش با آرامش و ملاتفت و دیده‌بوسی با جمهوری اسلامی رو به اون شکلی که جمهوری اسلامی انتظار داره نخواهند داشت. جمهوری اسلامی باید بهای بیشتری برای قرارداد و رابطه به باور من بپردازه، چه با بایدن چه با ترامپ. ولی یه نظر دیگه مایل هستم از شما بدونم. کاخ سفید اوباما و معاون خودش آقای بایدن، کاخ سفید آینده احیانا آقای بایدن با معاون جدیدشون، چه شناختی شما از معاون ایشون دارید؟ معاون ایشون رو خب تا جایی که با خانم کامالا هریس رو من میشناسم و از نزدیکم باهاشون گفتگو کردم، یک فرد حقوقدار و قانون مداره. یعنی مسئله عدالت در آمریکا رو بیش از این که یک معاون رئیس جمهور نقش نیمه تشریفاتی، یعنی مبصری است که در اون کنار هست در صورت غیاب رئیس جمهور وارد عمل بشه، ایشون یک کسی است که پرونده های مسئله عدالت اجتماعی در آمریکا رو خواستار خواهد شد، بیشتر رقم خواهد زد. شناختش از واسه مهمتر مهاجر بودنش کمک خواهد کرد که حقوق مهاجران رو بشناسه، بیشتر کمک کنه و چند فرهنگی بودن ایشون کمک خواهد کرد که آمریکا از این حالتی که آمریکا فقط برای سفیدها طرح پیدا کرده، اون دیوار شیشه‌ای بیشتر بشکنه و نقش مهاجران در گرداندن این کشور بیشتر و بیشتر نمایان بشه. به هر حال خیلی ممنون از فرصتی که به من دادید. امیدوارم در 1-2 ماه آینده در ارتباط با اینکه در ماه اکتبر سورپرایزی نداشته باشیم، حتما یک بار دیگه در مورد انتخابات با هم صحبت کنیم. سپاسگزارم. بینندگان گرامی، امیدوارم که اطلاعاتی رو که آقای گوهرزاد دادن شما رو در مسیر انتخابات آینده آمریکا قرار داده باشند، چون انتخابات بسیار حساسه و من هم سعی میکنم در هفته های آینده دیدگاه دوستان و تحلیلگران متفاوتی رو برای شما ارائه بدیم. روز خوش. به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را، هنوز را.